باشگاه بارسلونا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بالاخره توانسته با سرجی روبرتو به توافق برسد و قرارداد جدیدی را که در تابستان 2024 به پایان خواهد رسید با او امضا کند تا از حضورش در این تیم بهره ببرد. دیگو سیمیونه سرمربی اتلتیکو مادرید مدعی شد که وینیسیوس جونیور باید به دلیل درگیری با فرانکی دیونگ در الکلاسیکو اخراج می شد. الیخاندرو گارناچو وینگر 18 ساله باشگاه منچستر یونایتد در فهرست منتخبین لیونل اسکالونی برای تیم ملی آرژانتین جهت حضور در دیدارهای دوستانه قرار گرفت. تا پاسخ این سوال که او آرژانتین را به عنوان تیم ملی خود انتخاب می کند یا اسپانیا مشخص شود. یک هوادار 30 ساله چلسی به خاطر توهین نجات پرستانه به سون هیون مین ستاره کره تیم تاتنهام 3 سال از حضور در استادیوم ها محروم شد. ایجنت ارلینگ هالند به باشگاه منچستر سیتی هشدار داد که با وجود قرارداد 5 ساله انتقال به رئال مادرید در دستور کار آنها قرار دارد. میکل آرتتا سرمربی تیم فوتبال آرسنال تأکید کرد که از شرایط فعلی خود در این تیم کاملا راضی است. آرسنال با 60 امتیاز و حفظ فاصله 5 امتیازی خود با منچستر سیتی وارد هفته 26 لیگ برتر می شود. یورگن کلوپ سرمربی تیم فوتبال لیورپول از انگیزه های بالای تیمش برای دیدار برابر منچستر یونایتد حرف زد و گفت نشان خواهند داد که بازی برابر لیورپول همچنان سخت و دشوار است. کریستوف گالتیه سرمربی تیم پی اس جی تایید کرد که نیمار بازی چهارشنبه برابر بایرن مونیخ را از دست خواهد داد، اما او در مورد اتهام تجاوز به اشرف حکیمی ترجیح داد حرف نزند. گراهام پاتر سرمربی تیم فوتبال چلسی میگوید بازیکنان تیمش همچنان از او حمایت میکنند و این موضوع به سود او خواهد بود. و اینکه لیونل آندرس مسی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال پی اس جی اولین پیشنهاد ارائه شده از سوی پاریس سن ژرمن که در آن روی کاهش دستمزدش تاکید شده را رد کرده است.